عرض سلام و درود خدمت شما همراهای عزیز و دوست داشتنی. امشب با یک مداله بسیار بسیار آسون و خیلی شیک و قشنگ در خدمتتون هستم. مدل تیغ ماهی برجسته، همینطور که کاملا از مدل مشخصه، یه قسمت هایی از کار حالت برجسته داره که حالا اسمش رو گذاشتیم تیغ ماهی. این مدل خیلی آسونه و خیلی هم راحت بافته میشه، مناسب برای پتو، کلاه و شال گردن و ژاکت و هر آن چیزی که شما دلتون بخواد هست. خب بریم که مدل رو با همدیگه ببافیم. برای این مدل من دارم از قلاب شماره 2 استفاده میکنم و قطعا نخی که متناسب با سایز قلاب باشه. شما میتونین از هر نخ و هر قلابی با هر ضخامتی طبق سلیقه خودتون استفاده کنید. برای شروع کار باید اول زنجیره بزنیم. تعداد زنجیره توی این مدل اصلا مهم نیست، بر حسب نیازتون میتونید زنجیره بزنید. اگر میخواید این کار رو برای پتوی نوزاد ببافید، حتما در جریان باشید که حداقل باید یک مربع 90x90 رو یا 100x100 رو در نظر بگیریم برای طول زنجیرتون. خب زنجیره ها رو که زدیم، گفتم قانونی نداره، هر تعداد که خواستین زنجیره رو میزنید. از حلقه ای که از اون گندمی که حلقه ازش خارج شده، اگر از اون بشمارین دونه 4 ببینین الان از این خارج شده، این رو میشماریم 1, 2, 3 و 4. از این دونه شروع میکنیم به زدن پای بلند برای رج اول این مدل. شروع میکنیم به زدن پای بلند، توی هر گندمی یک دونه پای بلند میزنیم تا انتهای کار. از عزیزان دعوت میکنم اگر کانال ما رو سابسکرایب ندارید، لطف بفرمایید و حتما این کار رو انجام بدین تا انتهای آموزش هم با من همراه باشین. این مدل زیبا رو ببافین و نظرتون رو با لایک و کامنت به من بگین. و خیلی خوشحال میشم که کانال من رو به دوستان و عزیزانتون که به این هنر علاقه دارن معرفی کنیم. خب میریم ادامه آموزشمون. همونطور که خدمتتون گفتم، رج اول رو کلن پای بلند میزنیم. از گندمی 4 شروع میکنیم تا انتها پای بلند میزنیم. برای اینکه برگردیم رج بعد، 2 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم و اینجا شروع میکنیم به زدن بافتمون. ببینید این گندمی که اتصال پیدا کرده به 2 زنجیرمون، یعنی همون دونه اول، ما از زیر اون باید بافت رو شروع کنیم. برای دونه اول باید نخ رو بگیریم دور قلاب، از زیر اون گندمی رد کنیم، نخ رو بکشیم بیرون. 3 حلقه خواهیم داشت و این 3 حلقه رو با هم یکی میکنیم، یعنی همون پای متوسط. از دونه بعدی ما با 2 گندمی کار داریم، یعنی یه دونه همونی که انگار قبلا باهاش بافتو زده بودیم، یعنی این یکی. یه بار نخو میگیرم، انگار 3 حلقه خواهم داشت، کاری با اون 3 حلقه ندارم و دقیقاً این کار رو با دونه بعدی هم انجام میدم تا به مرحله برسم که 5 حلقه داشته باشم. بعد این 5 حلقه رو با هم دیگه یکی میکنم. پس فقط دونه اول پای متوسطه. از یکی بعدی بافتی که قبلا کار کردیم و کناریش، یعنی دونه ای که گندمی که قبلا ازش نخ گرفتیم و گندمی کناریش رو باید نخگیری بکنیم. 2 گندمی رو با هم 5 حلقه که داشتیم بعد با هم دیگه یکیشون میکنیم، دقیقا طبق کاری که دارم انجام میدم. نخو میگیرم دوباره تو همون بافتی که انجام داده بودم یک بار و یک بار توی دونه بعدیش، 5 حلقه رو با هم یکی میکنم. این کار تو انتها باید انجام بدیم. خب رسیدم به انتهای کار. اینجا این نکته کوچولو داره، فقط دونه آخر رو هم میزنم، یکی تو بافت آخری و یکی هم توی دونه بعدیش، 5 حلقه رو یکی میکنم. ببینین یه مقدار از پایین کار اضافه دارم که خب من باید این رو صاف کنم. پس نخ رو میگیرم، داخل گندمی یا همون بافت کناری کارم میکنم و 1 پای بلند میزنم. ببینید کارم صاف شد. این از رج دوم.
عملا این بر روی اصلی کارمونه. حالا برای اینکه برگردیم باید سه تا زنجیره بزنیم. پس ببینید برای اینکه برای رج قبل دو تا میزدیم، اما اینجا باید سه تا بزنیم. موقعی که میخوایم تر برجسته کارمون رو بزنیم، شروعش با دو تا زنجیره است و رج بعدش با سه تا زنجیره و این کار به تناوب تکرار میشه. حالا این قسمت رو دقت بکنید. ببینید اینجا یه مقدار بافتش خاصه. قلاب رو ما باید از زیر این گندمی ها رد بکنیم، اما نخو از اونجا نمیگیریم. ببینید یه طرحای برجسته کوچیک که اون بالا هست من دارم الان با قلاب بهتون نشون میدم. ما باید در اصل نخ رو از زیر این بافت کوچیکی که اینجا هست بگیریم. حالا به چه صورت باید این کار رو بکنیم الان انجام میدم تا کاملا متوجه بشیم. قلاب رو باید از زیر این گندمی ها وارد کنیم، همزمان از زیر این بافت ریزی که این قسمت بالا قرار گرفته باید رد بکنیم و در نهایت نخ رو از زیر این بافت بکشیم بیرون. چرا این کار رو میکنیم؟ چون ما میخواییم طرحمون برجسته بشه، یعنی اینکه بافت رج بعدمون کاملا میخواییم از پشت این کار بخوره. حالا وقتی که انجام دادم متوجه میشین که چقدر هم آسونه. خب ببینید برای شروع کار باید نخ رو ببیچم دور قلاب. از زیر اون اولین گندمی که متصل به زنجیره ها نه، به اون کاری ندارم، از دومش، از این نخ قلاب رو از زیرش کامل میکشم بیرون. حالا همزمان قلاب رو میپیچم دور همون بافت کوچیکی که اون بالا قرار داره، از زیر گندمی ها میکشم میارمش پشت به این صورت و حالا نخم رو از زیرش رد میکنم و میارم بالا. به همین سادگی. سه تا حلقه دارم. اول حلقه اول رو نخ میگیرم میارم بیرون، بعد دوتای بعدی و در نهایت دوتای آخری. این از این. دوباره نخو میپیچم دور قلاب، میرم سراغ گندمی بعدی. دقیقا قلاب رو از پشت وارد میکنم، همزمان زیر اون بافت کوچیکی که بالا قرار داره اونو میکشم پشت. حالا نخ رو از پشت میگیرم و میکشم بالا. اول حلقه اول رو یکی میکنم، بعد دوتای بعدی و در نهایت دوتای آخری. خب ببینید الان همین یه ذره هم که بافتم کاملا مشخصه، بافت وسط کاملا برجسته میاد بیرون. دوباره نخو میگیرم از زیر گندمی، همزمان من آروم انجام میدم شما ببینید، اون بافت کوچیک رو از زیرش میکشم میارم پشت کار و از پشت کار نخ رو میگیرم به این صورت و اول حلقه اول، بعد دوتا حلقه بعدی و بعد هم دوتا حلقه بعدی و به همین ترتیب تا انتهای این کار رو انجام میدیم. ببینید تا همینجا کاملا مشخصه چقدر این بافت، بافت بالا و بافت پایین، از بافت وسط سطحش پایین تره و تمام زیبایی این بافت به برجسته بودن اون طرحیه که وسط کارمون میفته. خب این کار تا انتها ادامه میدیم. دونه آخر رو همینجا میزنیم، دوباره از زیر گندمی کامل از پشت رد میکنیم میاریم جلو، اون بافت کوچیک رو با قلاب میگیریم، هدایتش میکنیم به پشت کار. حالا نخ رو میگیرم و سه تا حلقه رو طبق آموزشی که دادم نخ گیری میکنیم و میبندیم به این صورت و میمونه دونه آخر، که دونه آخر رو باید از روی کار، چون دیگه اون بافت کوچیک رو نداریم، از روی کار میگیریم و دقیقا حلقه اول رو یکی میکنیم، بعد دوتای بعدی و در نهایت دوتای آخری. کنار کارمون هم صاف در میاد به همین صورت. ببینید عزیزان این بافت دیگه همینه. تا انتها به صورت متناوب این دو مدل رو باید تکرار کنیم. حالا چون شروع زدن بافتمونه، بافت برجستمونه، دوتا زنجیره میزنیم. کار رو بر میگردونیم و از دونه اول شروع میکنیم. اولی رو پای متوسط میزنیم و از اینجا به بعد با دوتا دوتا کار داریم دیگه، همونطور که خدمتون گفتم، اونی که الان زدیم و یکی بعدیش تا پنج تا حلقه برسه و به این صورت
پار رو جمع میکنی. تا انتها میریم و دونه آخر رو هم که همطور که خدمتتون گفتم باید یه دونه پای بلند بزنیم. دیگه این باف تا انتها همینه. من بیشتر از این ویدیو رو نمیگیرم که دیگه وقت شما گرفته نشه، چون آموزش رو گرفتین و برای اینکه اگر نکته ای جا مونده یا اگر متوجه نشدین فقط کافیه که باز فیلم رو از ابتدا ببینین، چون دیگه تا انتها همینه. این رج رو که زدیم باز رج بعد نخگیری از زیر اون گندمی هاست و اون باف رو میکشیم پشت و ستا حلقمون رو ایجاد میکنیم. اینم از یه کار بزرگتری که خب من قبلا براتون بافتم. و اینکه این راه ها رو به صورت عمودی یا افقی بخواین روی کارتون بندازین، خب قطعا به تعداد زنجیرهاتون مرتبط میشه. مثلا اگر برای شال گردنه میخواین تر رو به صورت عمودی یا افقی بندازین، دیگه خودتون میدونین به درازای شال گردن باید زنجیره بندازین یا به عرض شال گردن. در هر صورت مدل بسیار آسونیه و خیلی هم خوشگل، خروجی زیبایی داره و ببافید و لذتشو ببرید. ممنون که تا آخر آموزش با من همراه بودین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.